آقا ارادت داریم، مخلصیم، زنده باشی، چاکریم. چه محله پر خیر و برکتی شد. میدونی برای همین چقدر پول دادم؟ بابا زنه مردم سه تا شیر میدن، اینم زن ما. کی میگه من شیر ندارم؟ دارم، خب نمیخوره. حالا کامران من ماشاءالله شیر میخوره ها. حالا تو هم خودتو خیلی ناراحت نکن. آره شیر خوش که واسه همین موقعا ساختن دیگه. آره الو آقا فریدون، حسن هم اسدی همسایه خوبی؟ سلام به مخلصین. حسن آقا خوبی؟ نه والا چه خوبی، این بچه طفل معصوم ما هر شیری براش میگیریم نمیخوره دیگه. کامرانو بیاریم خدمت زری خانم دستبوسی برا شیر و اینا. یه لحظه گوشی بخشیدم. بله گوشی. ببین همون جریانه، فکر کنم بچه‌شو میخواد بیاره شیر تو رو بهش بدن. خب بهش بگو پولشو بعد بدی. خب پولشو بدیم چی؟ اینکه شیر تو رو نمیخوره، خب بدیم دفعه معصوم سیر بشه. وای فریدون یکم مغزتو به کار بنداز. چیکار کنم؟ بچه‌ای که نمیشه بگو بعد پولشو بدی. نمیخواد سالنه باشه. بگم پس من نمیشه، من چون لازمه. گندم بعد پولشو بدی. آفرین. حسن آقا بخشی گوشت با منه؟ بله. بخشی من گرفتم علاکت. موضوع چیه؟ الان داشتم فکر می‌کردم گفتم خب این خانوم من باید بده بچه شما، یکم هزینه شده براش، قبول داری؟ عجب هزینه. آره ببین چیزی که من میدونم تو بدن انسان اینه که مثلا همون چیزی که ما میخوریم تبدیل به شیر میشه، مثلا ماکارونی تخم مرغ که از خودت گرفتم، مثلا ما باقالی پلو با ماهیچه میدیم، مثلا نوشابه سیاه میدیم، قیمه میدیم، اینا همونا شیر میشه، قبول داری؟ آقا فریدون یعنی شیر رو که بچه شما نمیخوره میریزین دور، میخوای بفروشی به بچه من؟ آقا زکریا، آب خالی هم شد غذا بر بچه. آب خالی نیست، شیر مادره. این کجا شبیه شیره؟ بعدم کدوم مادر؟ مادر خودش. ها؟ نگفتی چطوری حسن آقا؟ کسی شیرش میده؟ این زکریا دانشمنده برای خودش، یه معجون پخته بچه همچین میخوره تو پول مخورم تو. بابا حقه چیزایی نشنیده، معجونی چیه رفت سمی نباشه. گفتم بیام خدمت شما استادی، یه معجونی شیر خشکی چیزی از این درست خانه دسته در نگیم. خیلی خوب، خیلی خوب. این دیگه الان آماده است. چیه؟ آه اون معجونی که بهت داده بوده، این قرصاشه. یه دونه از این قرصا رو میدازی تو این بطری آبه، این بطری آب میدازی تو هفت بطری آبه دیگه، اون هفت بطری آب میدازی تو هفت بطری آبه. همینجوری ادامه میدی این اثرش از بین نمیره، که اثرش بیشتر میشه، قدرتش هم بیشتر میشه. خالید شد؟ آره ببین، یه دونه از اینا میذاریم تو بطری هم میذاریم، بعد میذاریم تو هفت تا بطری دیگه، اونا هم تو هفت تا دیگه، همینجوری بخوره کوکونه بیاد بالا. نه فقط تو هفت روز. بله سرنگا خوب هستی؟ شمس خانم کجا؟ شمس خانم جو نه شمس خانم نه کجا میگی؟ نه بس نه آخه بس نه خانم جو خانم سلام علیکم سلام. ببخشید شمسی خانم کجاست؟ ببخشید با کی کار داشتین شما؟ هم شمسی خانم دیگه مدیر ساختمونتون. به من گفت بیام راه رو مارو رو تمیز کنم، گفتم دستمال مثلا اجازه بدم بس تمیز اجازه بدم برام تمیز کنم. خانم نیکوینا رو میگی؟ خانم نیکوی بله همون شمسی خانم. خانم نیکوینا از طبقه پایین اشتباه اومد. خانم نیکوینا از طبقه پایین ما. ای وای
ببخشید من قصد دارم تو موبایل بیا سر حواسم پرت ببخشید شرمنده خیلی خب یه لحظه ببخشید من میگم الان که تا اینجا اومدی شما بفهم تشریف داشته باشه یه چایی و یه کیوی چیزی بخور من شرمنده بعد از شما درد نکنه خوشین چایی میگم من هنوز کاری نکردم یه کیوی تا پوست بگیر نشه یه کیویه نمیخوام آقا خواهش میکنم کار نکردم منو کی زنده باشی بله بله خدا پس خوشم میاد میگم تو پله ها راهنمایی کنم نمیخوام زنده باشی بله چه کاری بله 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 خواهش خیلی پیش خیلی پیش خدا ولی اون یه چیز دیگه است خواستم اون بشم این شدم دیگه آره نه باز خوبه ولی این که اصلا چیز دیگریست چی شد حالا بالاخره پلیس شدی نشدی چیکار کردی نه بابا قبولش نکردن چرا قبول که میکنن نه دیگه نکردن دیگه نه خب واقعیت چیتم الان صلاح نیست یعنی هنوز اینو بگی بخو خوشمزه. هنوز جا داره که ذره اطلاعات به دست بیارم توی فرصت مناسبتری میرم سراغ پلیس شدن آقا ببین قرصایی بود به من میدادین شبیه قرص نعنا بود بده بابا هم میگه مامان من شیر خوش نمیخوردم بعد مامان برام تعریف میکنم گفت یه دوستی شما داشتین یه قرصی برام درست کرده بود بگو اسمش چی بود چیز علی زکریا آفرین اون راستاسگی بود علکی بود علکی چیه بابا مامان با همونا بزرگت کرد دیگه خب نمیشه از این قرصا بدیم بچه زهرا نه بابا اون مال خیلی وقت میشه اصلا خراب شده اگرم باشه بعدم تو این سالای چند بار دادیم این بچهای فامیل هیچ بچه قبولش نمیکرد من کجاست چرا میدونم اون 100 سال پیشه الو 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 آنتن نداری الو پیدا شد واقعا؟ عجب سمجی هستی تو مثلا یه آدم رفتاد کجا گذاشتم میشه مواظب باش خب بسه ایش ببینه یواش من برم خودم بکشم آره برو خودم بکشم به درد مردن میخوری چشم دختره میخواست پسر منو به کشتن بده به خاطر این خودش انداخت رو ماشین خب پسرت خرد کامران میری میای آب میخوری بزرگ کوچی گفتم بیا اینجا یه کمکی بکنیم یخچالو با هم دیگه بلند کنیم این زیرشو تمیز کنم به یه دردی بخور دیگه خستم کردی آخه هی میرون این بر Thank you.
چته؟ من یه چیزی کشف کردم. چته خب مثل آدم سنم با قبض روزوز خوابیدم. بابا این قرصا، این آب. اول این قرصا رو میخورم، بعدش یه بطری آب میخورم، بعد نفوذ کلامم زیاد میشه و بعدش درمان آخ. بفرمایید بکشین. تخفیفش هم بزن برامون دیگه. حرف تخفیفو نزن که تو این بازار کساد مجانی بدم خیلی بهتره. خب مجانی بدی. چش بفرمایید. مبارکتون باشه. یعنی پول اصلا نمیگیری؟ اصلا اصلا نخه. دروازه متعمل به خودت بده. مبارکتون باشه. باور کردی؟ حسین یارو زکریا خیلی چیز وحشتناکیه. آره خیلی چیز وحشتناکیه. تو شب نه عادی باش. من میرم تو اتاق تا هم بشین. نه نشین همجور وایسا، همجور وایسا به همه این اتفاقا فکر کن. خب حسن؟ بله. صبونه تو بخور. چشم میخورم دست دارد. چی مینویسی؟ حساب کتاب نکن. صبونه تو بخور. نه اینا حساب کتاب نیست. یه کتاب خوندم نوشته بود که لیست رویاهاتون و کاراتون رو بنویسید بعد خط بزنید. بعد میدونی بهشون میگن ویژن. سلام صبح بخیر. سلام صبح بخیر. صبح بخیر. قشنگم سلام صبح. چطوری؟ خوبی؟ خوبم. چه خبر؟ حسن کنارم بده. چشم کنارم بودم. این خانم این پیلن راه راه من رو یه اوتو میزنی؟ من اوتو زدم. چی نوشتی؟ نه اون یکی رو میگم. زحمتشو میکشی؟ اون چی نمیخوام. نمیخوام. اون کدوم؟ اون راه راهه. اونو... نه چرا میخواد. میخواد. لازم دارم خیلی باشه، سریع. دست در نکنه. دست در نکنه. تخم مرغاتو بخوری هم چشم بخوره. آقای منه دیگه. آره بگید پس بهش تو میخوره. تخم مرغای تو آره بخور خوب دست درم. باشله ها ماما باشله قربان الله باشله ها ماما قربان الله. کی بودی نخری گفتی؟ میگم نخری چی میگم اوتو کن میخوام بفرستمش بره میخوام پدر بزنی با هم حرف بزنی. خیلی خوب چی گفتی؟ لیست ویژنای حسن برای سال 2020 بخش وقت نشد دو خودکار بنویسم دیگه. ویژن های حسن ها آفرین. اوس اسمال مهربون رو تو 80 سالگی من چرا باید بزنم؟ باید بزنیش. برای چی؟ من که 20 سال پیش منو زده الان باید بخوره. دندونش هم برام میاری بعدی. درست. اوس سگ دست رو بزنم؟ آره. یه نفرتیه تو قلبم هر روز داره بزرگ بزرگتر میشه. من جلوی 200 نفر آدم زد ترکون از ترسم نبوده. گفتم من شخصیت دارم نباید بزنمش. زد دماغم و شکوند. میری میزنی دماغش و میشکونی دماغش هم برام بیاری. اوس سگ دست 60 سالشه الان من چیو بزنم دماغشو بیارم؟ بس میگه خیلی خوب پسر بزرگشو بزن دماغشو بکن برام بیار. بیارم دماغشو برام. دماغشو باید بیاری. پدر من عزیز دل من، من نمیفهم از علمی با من صحبت کن. این قرصا معجزه خداونده برای ما. برکت از این سفره غر میکنه میره. تو ببند کامران دهنتو ببند. حق ما رو خورده. قرار بود 3 طبقه ساختمون تحویل ما بده. چند طبقه تحویلمون داد؟ چرا 2 طبقه. 2 طبقه و نیم. نیمش چی شد؟ نیمش حق کی بود؟ کی بود؟ حق تو بود. حق گل خانم بود، حق من بود. الان که میتونی باید انتقاممو بگیری. بحثم نکن با من. بعدی اینو که دیگه من اصلا نیستم. بابا حالا طرف زد همین که شو بقیه مطالب من برات واتساپ میکنم. کاری نمی کنم این کارو. نمی کنی؟ نه این لیست تو من انجام نمیدم. انجام نمیدی؟ نه نمیدم. انجام نده تو فرموقات دیگه. نه گل خانو گل خانو سری سر
بابا میگم همه رو دارم آبی میزنم و زیاد نشه. نه 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 20 تا بزن. 20 تا از همه آبی چه طرف داره؟ کیه؟ بله 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 نه نه بفرم درسته بعد خیلی خوش آمدید اشتباه نیست نه بفرم بالا بفرم بفرمایید. این خانومم اومد. کدوم خانومه؟ همین کارگره دیگه گفتم بیاد خونه تمیز کنه. کارگر واسه چی؟ بابا خونه رو گنگ گرفته گفتم زنگ زدم میخواد خانومه بیاد تمیز کنه نگفتم بهت؟ خب ما که همیشه خودمون خونمون رو تمیز میکنیم مثلا مگه خونه ما چقدره که احتیاج به کارگر داره؟ مثلا پولش از کجا بیاریم؟ نه نه صحبت کردم باهاش تخفیف میده چیز خاص نیست. خانم بفرمایید بفرمایید بفرمایید. دست به تلفنش نکن اینقدر زنگ زنگ که یه وقت براتون خالی کردم صدا تو قشنگ پشت تلفن میگه چی با مزه خیلیه چی با مزه اینا این زنگ زنگ زنگه من دو نه دو دو تا ای دو تا ای با من هنر نتیفه هنر که نه هنر فقط ماشاءالله شما آشپز خیاط اولی که من آرایشگر سیار هستم کار که آر نیستش نه نه خیلی هم قشنگ به نظرم که از آشپزخونه شروع کنید بفرمایید ماشاءالله هزار ماشاءالله هزار الله اکبر سلام سلام دخترم. کرده سلام کرده لباسم عوض کنم لباس کار بپوشم چش خب خب یه چای براش درست کن بذا کار کنه چش منم میگم یه چای درست کن هر وقت کار کرد من شما بفرمایید نه یه چاییه یه کار افت داره میکنی شما پارک میشه من نه میگم من بمونم که ما اصلا شوینده وایت چیزی من نه میگم باشم مدیریت کنم شاید بهتر باشه باشه پس من برم دیگه باش میموندم یه دقیقه یه دقیقه بمونم نه خود خانم پس با اجازهتون فعلا دیگه همه نمیشه خدا باشه خانم یه لحظه ببخش خانم فشار زیاد نمیخواد بیا همین کلا یه دستگردگیری اینو کافیه خدا نگهدار خدا حسن هم میگم اون حسن هم بازه کرامت کرامت بگم نصیب رو نداد بونه من مجبور شدم پری رو بگم یه اون بود و همون پری بهتر بود پری بهتر کرامت رو نمیدم بیا لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله چی شده کسی فرق کرده؟ لا اله الا الله چی شده؟ اعصاب منو خورد کردی هی میره اون بر میادی این بر میخوره به من باید را برم که موقع عصبانیت تصمیم نگیرم چی میناسم؟ نفهمیدم چی گفتی؟ بابا خسته شدم من از صبح دارم همینجوری نه هم مال جعبه میبرم میارم مال چیه بابا؟ آره دیگه تو پسر عزیز منی تو عصای دست منی امید فردای منی امید فردای منی ماشاءالله چهار تا تونه بدن سلامت عصا نمیخوای که الان خجالت بکش خجالت حالا چهار تا جعبه خالی این بر اون بر برده برای تو خالیه برای تو خالیه آقا داریم استفاده نه. سو میکنیم ما از این دوست دارم پسرم میخوام استفاده سو بکنم ازت گرفتاری شدیم مت خداوند خدا قهرش حالا میگیره حالا تو نمیخواد برای من از این حرفا بزنی چیه اول شما بخواه ای سلام نجزم کاری باری هیچی چه چیه؟ من کار مهمی دارم با شما الان دیگه اومدی دیگه توفیق اجباری شد بیام شما رو ببینم چیکار داری؟ شما همین دفترهای خدماتی پلیسی و اینا داری دیگه حافظان امنیت و آرامش اسمش همون از این دفاتر هم بالاخره کار بگیر به بند و پلیس و زد خود اینجوری نیست پاس حرف خودشو میزنه این چیه من چون اگه بچه که دوست داشتم همش پلیس بشم و اینا بعد پیش خودم گفتم مثلا یه تیم دو نفره تشکیل بدیم بریم بزنیم به جنگ تبهکارا اینا بندازیم شو کو چنگال تیز قانون چنگال تیز قانون پرتوان قانون خب شما الان دیگه میدونی بازنشست شدی دیگه بعد من بازنشست مگه نشدی؟ خب من فکر کنم گفتم بیام یه تغییراتی انجام بدم چون میدونی واقعیتش دیدم که پلیس شدن و اینا
دیگه به دردم نمیخوره، یعنی فایده نداره برام. بعد اینجوری هم باید زیر پروبال خودت باشم، من خیلی دوست ندارم. الانم که من دیگه نیستم اصلا نمیتونی زیر پروبال من باشی، باید به خاطر منم بوده دیگه. آره اصلا به خاطر کمهوشی و خنگی و نمره کم و اینات که نبوده. حالا اونا رو بذاریم کنار، من میگم اگر که یه ذره از این چترت به ما فضا بدی، دو نفره بیایم زیرش قرار بگیریم، عالیه. من و تو؟ بله، زیر یک چتر. زیر چتر. بعد من با تو بر چی باید برم زیر چتر؟ تو چی کاره ای؟ چه کمکی به من میتونی بکنی؟ خواهی کمک کنی؟ پاشو برم اون دره دکونو بابات وایسا کار بکن دیگه، برم جو کمکش کام چون برم. نه خب من خیلی تغییر کردم. من توانم بیشتر شده. آفرین. فکرم بیشتر شده. اصلا زورم بیشتر شده. چالی چالی. برو دیگه، پس برو کارتونای چیپس و پفک رو جا به جا کن، کمک کن برو. خب نه، من میگم یه ذره با من تعامل کن، یه ذره به من فضا بده. من کار دارم، خیلی کار دارم، برو. نه واقعا اصلا عرض و تقاضای دیگه، یعنی اگه همراهی کنی من کامران برو میاد. کار دارم، برو عرض و تقاضا بهش فکر میکنی، برو، چون جفتش با من بوده. برو بفرمایم شوینده کی دست شما در نگاه کردم. ببخشی طوری شده، چیزی شده؟ با کسی دعواتون شده؟ من جدی اگه با کسی دعواتون شده من با کسی دعوات دارم چی کار دارم؟ نه آخه من این دخترم یکم اخلاقش تنده، گفتم شاید خدای نکرده اون حرفی زده، به خدا هیچی تو دلش نیست. من چی کار دارم به دختر شما آقا؟ به درد من وقتی خودم دارم گریه. توران خانم درداتو بگو، شاید من بتونم یه درمانی براش داشته باشم. به خدا من طاقت دیدن اشکای هیچ کیو ندارم، خصوص شما. ها؟ چی؟ هیچ هیچ. شیوا بابا بشین، میخوام باهات صحبت کنم. بسن. شنیدی حرفای توران خانومو؟ توران خانم کیه دیگه؟ همین کارگره دیگه. اسمش از کجا میدونی؟ رو کارتش نوشته بود. کارت؟ کارتم داره. بابا ول کن این حرفا رو. شیوا خیلی بدبخته. میدونی این کیه؟ یه کارگر معمولی. نه دیگه اشتباهات همین معمولی نیست. خیلی آدم محترمیه. حتما خیلی ویژه. آ ول کن دیگه، پرونی دیگه، پرونیت خوشم نمیاد. ببین این چیزه، خارزن آقا مرتضی. بابا ما چه؟ بابا زن مرتضی رو کیتی بنده خودش، زن تفلک مهربونی از بیچاره. توران میگه این توران حالا هر عزیزی هر میگه که ظاهرا این مرتضی دست به زن داره، زن شو کتک میزنه. خب به ما چه؟ یعنی چی به ما چه؟ این زن هرچی میگه آقا من طلاق بده ول کن من بدبختم و اینا، هیچ از عین خیالش نیست. خب بعد کمکش دیگه. چه کمکی؟ خب تو مگه همین قرص رو میخوری حرفت برش پیدا نمیکنه؟ یکی اصلا قرص برشیا رو بخور ببین پیشم یارو مرتیکه قشنگ برو باهاش صحبت کن ببین. اولا بیخود میکنی زنتو میزنی، بعدش هم تو که میزنی خب طلاقش به دست میاره، به زندگیش. من برم به آقای بگم بی زنتو طلاق بده؟ حرفا میزنی پدر منو؟ یعنی نمیگی؟ نه. کی هستی تو؟ کجای این جهانی؟ چی کاره منی؟ من هرچی لقمه نون کارگری در آوردم گذاشتم دهن تو، نه خودم زدم گذاشتم دهن تو. با چه نونی من بزرگت کردم؟ چجوری پرورش پیدا کردی؟ کجای این محلی؟ من چجوری سرم بلند کنم تو محلی بگم این دختر منه؟ آقا فریدون این پرده بعد جور پاره شده، نگاه. حالا میگم میخوای خودتون بدوزی عینه یه سوزن نخ بدین من بزنم. البته کار من نیا، گفتم اصلا پاره نمونه. دست شما در نکنه. بعد این باید دوخته شه. خیلی ممنون، خیلی ممنون. همه
جونش سیاه کبوده. این کمربند رو میکشه. کمربند میکشه. کمربند رو میکشه. میزنه اینو لیت میکنه. چی شد؟ چی نشد؟ هی گربه گو بشه این زنمو، این اونو اون گذاشت تو سفره ما، وگرنه ما رو چه به این مرزا دیوونه؟ واقعا گربه گو بشه این زنمو تو. من میگم ولی شما حرص نخورید، میگه اصلا برای پوست و اسناچه رو اینا خوب نیست. چی کار کنم؟ چاره دارم. حالا ما درسته دستمون به دهنمون نمیرسه، ولی این نامردی ها تو ذاتمون نیست. این مرتضا حیار خورده آب رو رقی کرده. من همین امروز طلاقمو میخوام. طلاق میخوای؟ همون کل خوندی عمرن اگه طلاقت بده. صدا یارو مردی که آره دیگه، آره ببر این صداش. این خواهر من اسیر دست این شده جلاد. واکن ببینم. میترا در واکن. پیکارتون هیچ کی خونه نیست. میترا در واکن. میگم هیچ کی خونه نیست. بر پیکارتون. مرتضی خوب یاد نداره کسی امرا به در واکن. ببینیم بابا. بابا. آقا مرتضی این در باز کن. ما کسی در ما نمیکنه اینجوری که. آقا مرتضی در بکن. بله بفرمایید امرتون. بری کنار میخوام بیام داخل. چشم. بله بفرمایید بفرمایید. حتی باز زور بالا سرت باشه؟ اصلا نباشید. چی شده؟ خم کن ببینم، خم کن ببینم. درد میکنه؟ اینجا خم کن، خم کن، خم آخ 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 دست زیر ساتور بره. هر جا آشه حسنی کلفراشه. آره چه آشی هم از یه وجب روغن روشه. آقا مرتضی این رسم زنداریه؟ این رسم شاره؟ زنمه اختیارشو دارم به کسی چه مرد. آقا بشی قایی چشم. خوب شد بس بچه آدم بشه یه گوشه. چه غلطی کردی؟ آقا بهت میگم بشین. یه شما میچی نکو دیگه. چش مرتضی خوب گوش کن. جلوی خواهرم، جلوی تک تک اینا دارم بهت میگم من دیگه نمیخوام باهات زندگی کنم، میخوام از شرت خلاص شم. فقط منو ول کن بذار برم. من اگه بمیرم هم طلاقت نمیدم، همینی که هست. آره من از شما یه سوال دارم. شما رو فکرات کردی میخوای طلاق بگیری؟ خیال من راحت. آره من 6 ساله دارم فکر میکنم، کار یه روز دو روز نیست که. مثلا دیگه نمیخوام ریخت اینو ببینم. آقا مرتضی شو طلاق میخواد. طلاق میخواد؟ نمیدم. نمیدی؟ مگه دست خودته؟ همین که من گفتم طلاقش میدی میره پی زندگیش، خودت هم میره پی زندگیت. چشم. آفرین. هر وقت تو بخوای بیا بریم طلاقت بدم. واقعا؟ میشه الان بریم؟ الان میگه همین الان دیگه. همین الان بریم دیگه. من تو بحثتونم میام. من به نظرم الان محضر رو بسته باشن، شاید بذاریم فردا صبح تو وقت اداری بهتر باشه. خیلی درسته، شما فردا تو وقت اداری ایشون رو بر طلاق بده. چشم. چی میگی شما وقت اداری فردا؟ اگه فردا زد زیرش من چیکار کنم؟ اینا کجا گیر بیارم؟ چه ثبت محضرش چه ثبت از میگه هزار تا راه داشت. الان میفتیم یه آشنا پیدا کردی. هزار تا راه داشت میگوری میخواد. نمیخواد ثبت. نمیخواد ثبت. پیش نداد. آره آره. هیچ نگو. هیچ. این کاغذ. این خودکار. اینم استامپ. همه چیزایی رو که گفتی مینویسی، امضا میکنی، قشنگ انگشتم میزنی پاش. مینویسی طلاقش میدم، همه حق و حقوقش هم میدم، مهریه‌اش هم میدم، خونه رو میدم. بریم بابا. بله چی شو برو بریم بابا. فردا اینا رو هر چی میگی بنویس. آها چشم. مهریارم بنویس. ببخشید من واسه می کنم واسه بس. به نظرم اگه اسم و فامیل ذکر بشه برای ثبت محضری شاید بهتر باشه. اسم و فامیلش میترا گرماپشته. گرماپشته رو بنویسید. چشم. ببین چیست؟ بگو خونه و همه وسایل. خونه و همه وسایل. خونه و همه وسایل و اینا هم بنویس. خیلی زیاده. همین که من گفتم. هر چی میگم و مینویسی فقط میگی چشم. چشم. زنده باشی. دست شما درد نکنه. خدمتی بود که از اون یه بالاخره یه برکه فرضی سفره درویش. زنده باشید. ما بریم دیگه. خدافظ. دست شما درد نکنه. اجازه بدید. دست شما درد نکنه. دیگه پس اگه کاری بود که دیگه قربون شما. دست شما درد نکنه. اومد. میترا بیا.
دیگه همه چی جفت و جور شد دیگه. ایشالله همه حق و حقوقت هم میگیری و چه عالی میشه. نه میگم دیگه حق و حقوقتو گرفتی، مثلا مهریه همین چیزا چیز کن دیگه. کمیسیون من یادت نره. کمیسیون چی؟ کمیسیون چی؟ بله کمیسیون چی؟ تو شیوا میشناختی؟ این جلسه رو کی برات تشکیل داد ها؟ کاغذ قلم استاپ همین رو گوشم تو کیفم که حقوق تو رو بتونم بگیرم. خونه رو برات گرفتم با همه وسایلش. گرفتی حقوق تو مهریه پرینو بعد درصد منو بدی. من نمیدونم کمیسیون من باید بدی. خاک بر سر من که فکر کردم خواهر دارم سایه سر دارم. از شوهر اینم از خواهر. ای دست قلم شی که نمک نداری. ای خاک تو سرت کنن، خاک تو سرت کنن که هر کاری برای هر کی میکنه اصلا نمیبینه. مشکل تو نیست، مشکل این دست منه که نمک نداره. اصلا انگار نه انگار، هر کاری میکنه انگار نه انگار. خدافظ. انگار نه انگار. چه زبونی داره دختره، جادویی میکنه زبونش. کجا رفتن اینا؟ مثل قرص ماه شدی، هزار ماشاءالله. حالا من جای شما باشم ها، دیگه میرم میکرو بلیدینگ میکنم. یه چی اومده اسمش میکرو بلیدینگ. این جوان مونا همه میرن این کارو میکنن. یعنی قشنگ ابروتون قشنگ میشه عین جوونیاتون. جوونای الان که موها همه اکستنشن پکستنشن، ابرو همه میکرو بلیدینگ. خود فکر کنم نمیفهمی این چیزا. جوونی گفته یاد این افتادم که داشتم اومدی نوام بودم در که دیدی. بله که دیدم ماشاءالله هزار الله اکبر. چقدرم رعنا و قشنگ. دوست داری. خواستم ببینم دختر مختری براش سراغ نداری. دختر پختر که اون ما که همین دو تا بودیم. دو تا خواهر بودیم. خیلی هم کوچیک بودیم، شوهرم دادم به دو تا خولی دیگه. آلمان من که همه بهتر بود، جوون من شد فدای سر شما شد. خدا رحمتش کنه. بابا منظورم این بودش که تو میری خونه های مردم کار میکنی که ماشاءالله عده‌شون هم زیاده. حواس خودت هم که به همه جا یه دختر خوب برای این نوه من زیر سر بذاری. همین اونه نه که نباشه، هستش. تو همه خونه هم دختر هست هم پسر هست. تو من با سبک سنگی کنم ببینم کی به درد این توفه چیز یعنی این نوه شما میخوره. ببینم یه دختر خوب پیدا. آها چرا هست چیزی دختر هست اسمش شیواست. همین چند تا کوچه پایین تر زندگی میکنن. دانشجو مانشجوی بدی هم نی. این که خیلی خوبه. واسه ببینم واسه خانواده شون چطوره؟ خانواده هم ای که بدی نیستن. مادره که همین بچه بوده مرده. بابا هم بازش هست کارخونه روغن نباتیه مسکس را فریدون همچی چیزیه. وضع مالیشون چطوره؟ بد نیستن، دستشون به دهنشون میرسه. حالا نه که خیلی بالا بالا باشن که به شما فشار بیاد، ولی خب هست، بدی نیست. دختره خوبه، دوده چرا خورده است. گفتی اسم باباه فریدونه؟ فریدون. آره. ببینم این آقا فریدون یه خورده وسط سرش خلوت نیست؟ خلوت که از شهر تا قرب کلن کف دست کچر. بعد ببینم دماغش هم یه جورایی. دماغش چجوریه؟ کلن داغون، انگار تریلی عروش رد شده، یه چیز بی خودی. خب بابا پس من اینا رو میشناسم. اینا 10-15 سال پیشم تو همین محل بودن. آره بابا خانواده بدی نیستن، خلوت بودن، خوب بودن. حالا به حساب خودت نذاری گل خانم، من معرفی کردم به شما. آره بابا تو معرفی کردی. فقط ببین چیزی که میخوام بگم اینه که این دختره رو من قیافه بچگیش یادمه. الان چطور شده؟ یه بر روی چیزی داره؟ بد نی، حالا نه در حد من و شما ها، ولی بد نی. حالا هرچی هم باشه بلند نبه شما که سره. خوبه ها توران خان، واقعا وقتی تو یکی رو ببری بالا یا یکی رو بخوای زمین بزنی خوب بلدی ها. هنوز دختر رو دست نوه من بلند نشده. این که البته بود تو را واسه بیزن آدم ها. کامران جون، کامران مادر این حولته، ببین گذاشتم اینجا، اینم لباساته، باید اتو بشن. ببین من دیگه نمیتونم رو زمین بشینم دو ساعت اینا رو اتو کنم، کمرم میگیره. لباسای باباتم توشه، قربونت برم. و چه اینجوری میکنی؟ چه میزنی به عکس خودتو کلت؟ سلام سر رفته رو بیکاری دارم میزنم. قربونت برم، خواهش برو مغازه بابات، هم به اون کمک کن هم حوصله خودت واسه.
من نمیدونم چرا هر موقع من میگم بیکارم حوصله‌ام سر رفته میگی برو در مغازه بابا. چرا هیچ کدوم از شما توانایی من نمیبینید؟ خب مادر توانایی تو دیدم که میگم بلند شو برو مغازه بابات. دیگه چه توانایی داری که ما نمیدونیم؟ هیچی توانایی ندارم. اصلا پاشو ببینم. برای چی پاشم؟ پاشو ببینم. نکنه تخم دو زرد میکنی و ما نمیدونیم. بابا ولم کن، چرا گیر میدی به من؟ گل خانم ولم کن. اونه اون شکلت که گل میخوری. بابران. بله. کامی. بله. منم حسن بابا. حسنه چطوری بابا؟ خوبی؟ بله عزیزم. نکن دوست دارم دست نزم. بیا بریم بیرون، کار خیره، کارت دارم. یه سنگی افتاده رو دسته یه بند خدایی، فقط تو باید بیایی نجاتش بدیم. من نیمندی کجا داری ما رو میبری الان؟ دست یکی زیر سنگ مونده، داریم میریم دستشو در بیاریم از زیر سنگ. خب یه نفر کیه که باید بریم از زیر سنگ دستشو در بیاریم؟ 6 ماهه به دنیا اومدی الان میریم میفهمید. خب من توضیح بده درست، شما ببینم مثلا این آدم دستشو خودش گذاشته زیر سنگ یا سنگ اومده رو دستش نشسته. من باید بدونم. آی چقدر منتظر امروز بودم. بگینو بخور. چی میگه؟ بگینو بخور. تشنم نیستم. میخوام زولت زیاد بشه، بگی بخور. قرص نیوردم. قرص نمیخواد، حیف قرصا. یادش میره جدن بی لحظه و دورم اگر. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یه سبا فیشم خوارم بود اصلا. یعنی چی خوبه این میدونی؟ یعنی یه لحظه حالم بچه اصلا رفتم به اون دورم. بچه که بودی با یه قرص 7 معجون درست میکردم تو بطری. یعنی اونو گفتی الان چرا فارسی نمیگی؟ تهی بگی خلبت، تو چرا ترکی یاد میدی؟ الان که جاش نیست ترکی یاد بگی. بخور کار داری. کجا آوردی ما رو؟ اومدی کمک بابات. بخور. آخه تشنم بودا. بریم بریم. بریم. کجا بریم؟ بیشه در. یه. بعد از خشه وقتی کتولم تکستم باید سن. یعنی چی؟ یعنی بیا بیرون. اگه نمیتونی در بری. کار تمومه. با که کار داری؟ چی میگه؟ سلام علیکم. آقای اسی سگ دست تشریف دارن؟ همینجا بیا. قوی باش، قوی باش. آخر سنی که پای تو زدی یا عزیزم این ویژه داره چیکار کنه؟ اگه نمیشه نمیاد. من نمیام. این بیرو مر کتکشو خورده، گناه داره. برای چی؟ چی؟ برای چی انداخت؟ چرا من انداخت تده من؟ چرا این کارو کردی الان؟ این چی بود الان؟ اسی سگ دست کجاست؟ اسی سگ دست؟ حسن دکه پارسا دوست انتال آشنا. چیگه؟ به اسی سگ دست تو اینجا چیکار میکنی؟ وقت انتقام رسید. دماغی رو که ازم برده بودی رو اومدم ببرم. دماغ چی ببریم؟ پیر مرد گناه داره. من خواهش میکنم ول کنیم. حسن دکه
راستی میخوای دعوا کنی؟ بله. نه من نمیخوام دعوا کنم. مطمئنی حسن؟ من نمیخوام دعوا. بله. یعنی بیام پایین؟ بیا پایین. نه با جاش خوبه. جاش هایا. یعنی چی؟ بیا پایین. نه. آخه من تو دیگه دعوامو تموم شده. الان پسر من دعوا میکنه. ببین. اگه ترسیدی ترسیدا. اگه ترسیدی بگو پسرت بیاد. اومدم الان میگم تورک حسابتونه برسونه. همونجا تکون نخوری. الان پسرم تو صدا میکنم. تورک. پسرم حسابش برس. چیه؟ من آخه ایش زدم دخبا یعنی چی؟ سمع بیدن اوغلم سر بگو یعنی چی تو هایش مورد ورپت دستن بگو دواره ورپت دستن دیدی تو رج منو بالا بسن برسن بشه تو که برسن برسن گفتم دست نزن به این صابون و شامپوی من همش تموم شده. دست زدم خب بس که میری همون. بابا من میام استفاده محدود دارم. میگم بابا میگم ما کسی حرفی آقا مرتضی رو نشنیدیم. نکنی یه طرفه داریم میریم به قاضی. اصلا شاید چیه میتر خانم بود اسم خواهرش با این توران خانم دارن دروغ میگن. بابا من این توران خانم رو میشناسم محل دروغ و دونگ نیست. از کجا میشناسیش؟ از کجا میشناسم من اومد خونمو تمیز کرد میگم دیگه. با یه جلسه شناختیش. نه بس یه جلسه نیست. ببین از قدیم گفتن مثلا چیزی که پیر توی مثلا آجر و دیوار و خشت و اینا همون مفهومو در میاره اوکی جوون میفهمه از تو اون خیلی خوب میگم مثلا میخوای بریم بگیم که اصلا قضیه این طلاق و منطلق نکنین کاری یه وقت دوران خانم دخل چیزه میگم این زنه دوچار مشکل میشه دوباره کتک میخوره اینا چه تو آده بیدن بیدن چرا تکلیف منو مشخص نمی‌کنی؟ دخترت از زندگی من چی میخواد؟ چی میگی تو؟ صبر کن ببینم. چرا دست از سر زندگی من بر نمی‌داری؟ آبروزی نکن اومدم پایین اومدم پایین. باید تکلیف منو مشخص بکنی همین امروز. چیه؟ آقا من زنمو طلاق نمیدم. زوره؟ آقا طلاق نده من نوکرتم. هر کاری می‌خوای بکن آبروزی رو انداختی تو محل. اینو کی دیروز امضا کرده طلاق نمیدم طلاق نمیدم مگه این امضای تو نیست مگه حرف مرد یکی نیست میگن حرف مرد مرد ما مردی نمیبینیم تو یکی دیگه هیچی نگو توران که همه بدبختی ها زیر سر تو یکیه خواهرم چه گناهی کرده دوست داشتی بیکس و خوار باشه کل برای دلت خواست هم بیاری چی واجون عزیزم شما یه چیزی بهش من از هر روزم دخالت کردم اشتباه کردم من وسط ندارم بابا به کار خودتون برسید چی از زندگی ما میخوای میترو تا هم بلند شو بیا برو سر خون زندگیت من محضر بیا نیستم خب آقا نمیخواد شما بلند چیم بگید سرخونه زندگیتون هر کار میخواییم بکنم من دیگه بخواد. با این مرد توی اون خونه زندگی نمیکنم زندگی نکن عزیز من همین امروز تکلیفتون رو همینجا معلوم میکنم اینو چی میگی تو؟ من زنمو دوست دارم طلاقشم نمیدم چطور تو الان یادت نبود که دوستش داری؟ الان که اینجا سرپل خر بگیدی یه یادت افتاده؟ الان که خر به خر شده دیگه میخوایی بیا اینجا برای خدا من زنمو طلاق نمیدم دوستش دارم مرتضی زنمو دوست دارم نمیخوام طلاقش بدم چرا تا حالا از این حرفا نمیزدی زبون نداشتی تا حالا کارمون به اینجا نکشیده بود بعدش هم میخواستم روز زیاد نشه خب منم زندگیمو دوست دارم کی که زندگیشو دوست نداشته باشه حالا که زندگیت دوست داری خب بلند شو ببینیم سر خون زندگی نه شما بفر بشین بشین عزیزم بفرم بشین آره
حالا موری کجا میخوای بری؟ سر قبر من کجا رو داره بری؟ ای بابا میخوام برم سر کار، دیرم شده. سر کار زود میای خونه؟ آره غذا درست نکن، از بیرون یه چیزی میگیرم. حالا تو واسه چی میخوای خرج کنی الکی؟ من خودم یه چیزی درست میکنم. آره آفرین. نه غذا نیازی نیست درست بکنی، از بیرون یه چیزی میگیرم. خودم یه چیزی درست میکنم، نمیخوای چیزی بذار برای خودت میگیرم. میکنین دیگه چشم اصلا هر طور میاد. بیا تو اینجا نشین، بلند شو ببر خونه. حرف این توران هم گوش نده. باش موری مراقب خودت باش. موری مراقب خودت باش. آقا مرزا فقط حسن این پله های کم لیزه، اینو مواظب باشی. قربان شما. خیر پیش. خدا فردا سرم شد هیچی. این خاشوتر آب لیمو اینو بخور، خیلی برای آرامش خوبه. تو خاشوتر تو خوردی؟ من خوردم، چشم خیلی بهتره. دست در نکنه، ممنونم. بابا من کاری نکردم. اصلا واقعا ببخشید، من نباید زندگی شما دخالت میکردم. خیلی حرفو. اصلا ببین اگر تو نبودی که من و مرتضی نمیفهمیدیم همدیگه رو دوست داریم. انگار تو اومدی یه غبار روی زندگی ما رو پاک کرد. الان غبارت رو دیده شد، بی غبار شدی الان. بابا من که میدونم می‌خواستی متکر خر کنی، فردا با همین میریم دادگاه. من میگم این امضای خودشه، این انگشت خرد شده خودشه با این کاغذ. من بهت قول میدم تا قرون آخر مهریتو میگیرم. میگی نه نگاه کن. بله. نه 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 اصلا نه توری جون، بی خیال ولش کن. میدونی بد اخلاقی مرتضی یه جایش مقصرش خودم. آفرین رنجی. دیدی گفت عاشقمه؟ چرا من دیدم؟ آره خب منم حرصشو در میارم، وگرنه که ببین این بدبخت که اصلا هیچی تو دلش نیست. خاک تو سرت کنه. خاک تو سرت. آقا میخواستیم منو سنگ رو یخ کنی؟ میگن زن شوهر دعوا کنه ابلهان باور کنه. میبینی آقا فریدون؟ بله بله. اصلا خاک تو سر من. واقعا خاک تو سر شما. خاک تو سر من؟ نه نه خاک تو سر تو. به من چه؟ آقا خاک تو سر من. اصلا خاک بر سر هممون که باور کنی تو دیگه نمیخوای کتک بخوری، نمیخوای بری تو خونه، میخوای بری مهریت هم بگیری. یارو من دوست کلمه حرف محبتی زد اونجا خش شو. حالا محبتی چه خره یارو. من اصلا میرم برسم به زندگیم. خدافظ خدافظ. خدافظ. با چه واقعا این پله های کم لیز شده، اینو مواظب باشید. بابا چیزا شما کجا؟ شما الان کجا؟ شما کجا؟ بس ببینم چه بدبختی. الان شرش گردن من سر کلاس. برو بابا بابا منم یه دوش بگیرم فکر کنم.